شانزدهم مهر ماه 1400 خورشیدی و 8 اکتبر 2021 میلادی. امشب در صفحه آخر سیدم هست، سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی رو معرفی میکنیم. سازمان برنامه و بودجه مشهور است به مغز اقتصادی و ترسیم کننده چشمانداز اقتصادی مملکت، و آقای میرکاظمی که حکمش برای ریاست بر این سازمان از ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی فعلی ایران گرفته است، درست جای برعکس دوباره نشسته. این مثل بقیهشون سیاه‌ترین سابقه رو در مقایسه با بقیه اعضای کابینه رئیسی در برنامه ریزی و بهره‌وری از برنامه وزارتخانه‌های تحت مسئولیتش داشته که خواهم گفت. پرده آخرم خواهیم داشت آخر برنامه. قبل از شروع معرفی رئیس سازمان برنامه بودجه دولت آقای رئیسی، اجازه بدید به صحبت‌های آقای وزیر نفت همین دولت آقای رئیسی توجه کنیم که نمیشد ازش گذشت. یک ویدیوی مهمی ایشون پر کرد، یعنی از ایشون پر کردن، غیر از اینکه سراسر دروغ مطلق حیرت انگیزه، یک انصافاً مولا خواهید دید یک جمله درستم نتونسته این آقا بگه که یه تیک ویدیوی مثلا یه دقیقه ازش بگیرن، 30 ثانیه، بگو 15 ثانیه، 10 ثانیه نتونسته این یه تیک حرف بزنه. هی بریدن این ویدیو رو و روش ادیت کردن. حالا میبینین دیگه، هر جایی که میبینین ادیت شده، یه چند ثانیهش حالا نشون میدیم. البته که هر ویدیوی تبلیغاتی که مثلا تبلیغات میخوان اینا بکنن، همیشه ضد تبلیغاتشون میشه که اینا پر میکنن، البته قابل پخش نیست. این یکی اولا چون مال وزیر نفت یک کشور مهم نفخیز جهانه و داره درباره بحران نفت سوخت به قول خودش در همه جهان صحبت میکنه، و خب و ثانیاً اول کار دولت جهادی آقای رئیسی هم هست، مهمه ببینیم. به هر حال ما عین این ویدیوی سراسر دروغ رو که همه خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی هم پخش کردن پخش میکنیم، تا حالا بعد خواهم گفت. این روزها شاهدید که بحران انرژی در کشورهای توسعه یافته در حقیقت به گوش میرسه و میبینید که در انگلستان، اروپا، کشورهای توسعه یافته و حتی آمریکا مردم در زمینه تأمین سوخت دچار چالش شدن. قیمت گاز چندین برابر افزایش پیدا کرده و این نگرانی تأمین سوخت رو در حقیقت مورد دغدغه و چالش مردم قرار گرفته، مورد اعتراضات زیادی هست. جمهوری اسلامی با توجه به اینکه یکی از کشورهای بزرگ صادرکننده نفت هست، متاسفانه به لحاظ تحریم‌های ظالمانه در خصوص صادرات نفت که در این شرایط واقعا میتوانه کمک بزرگی کنه در خصوص تأمین انرژی جهان و حتی همین کشورهای پیشرفته. بس همین بس. اولا ما که در آمریکا هستیم، کمبود سوخت مورد چالش قرار نگرفته به قول ایشون و مورد اعتراضات زیاد نیست، مورد اعتراضات کم هم نیست، چون اصلا کمبود سوخت نیست تو آمریکا. در اروپا هم غیر از انگلیس اصلا بحث کمبود سوخت نیست که چالشش باشه که این میگه. تو انگلیس هم علت این وضعیت کمبود سوخت نیست، کمبود راننده نفتکشه برای انتقال سوخت که بعد از خارج شدن انگلیس از اتحادیه اروپا حاصل شده. وزیر نفت دولت رئیسی میگوید کمبود سوخت و بدبختی مردم در آمریکا و اروپا رو ما میتونیم برطرف کنیم، اگه تحریما رو بردارن میتونیم سوخت بدیم بهتون. برادر من، این دروغا که فقط مصرف داخلی، من نمیدونم برای هنوز لایه ناآگاه از مردم ایران دارد واقعا میتونه فقط باشه. رفع تحریما راههای دیگه ای داره که شما دارین درست برعکسش عمل میکنین. حالا اصلا اون بحث دیگه، شما آقای
وزیر نفت این دولت، لطفاً برین یه فکری به حال زمستون امسال ایران بکنین که مردم باز باید در تاریکی و سرمای جمهوری اسلامی این وضعیت رو تجربه بکنن. از خودتون عرض میکنم، هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره احتمال قطعی گاز و برق زمستان 1400 اظهار داشت قطعاً در زمستان سال جاری کمبود گاز داریم. اگر چنانچه با خاموشی‌های صنایع نتوانیم میزان گاز مورد نیاز کشور را کنترل کنیم، ممکن است خاموشی گاز خانگی هم داشته باشیم. مسابقه دروغگویی دیگه که البته بخش مهمیش بیسوادی است، بی اطلاعی و بیسوادی و مردم از خودشون فرض کردن. در سازمان برنامه بودجه آقای میرکاظمی رو میخواییم بریم سراغش. 12 وظیفه از مهمترین وظایف سازمان برنامه و بودجه است که در وبسایت این سازمان منتشر شده. به طور خلاصه این 12 مهمترین وظیفه سازمان برنامه و بودجه رو اگر بخوایم جمع بزنیم، میشه برنامه ریزی و نظارت توسعه‌ای و راهبردی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور. یعنی سازمان برنامه و بودجه تنظیم کننده بودجه، تعریف کننده و تعیین کننده معیارهای اصلی اقتصاد و شاخصهای در چه دوره چقدر باید اقتصاد نفتی، چقدر اقتصاد غیر نفتی باید درآمد داشته باشه، درآمدها کجا و چگونه صرف بشه، هزینه ها از کجا برداشته بشه که به بخش های دیگه اقتصاد و جامعه لطمه نزنه، وزیر ساخت ها چگونه باید برنامه ریزی بشه که در آینده در چشمانداز برنامه ای که ما برای یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال آینده داریم چگونه بشود بهره برداری بهینه کرد از فلان ذخایر، هم فرض بفرمایید نفت، گاز و هم ذخایر انسانی. یعنی نقش تعیین کننده در مسیر اقتصاد و توسعه کشور. مسعود میرکاظمی 20 مرداد 1400 شد معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه. در سابقه کاری آقای میرکاظمی افزون بر وزارت بازرگانی و نفت در دولت احمدی نژاد دو دوره وزیر بود و نمایندگی یک دوره مجلس شورای اسلامی، عضویت در هیئت امنای بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی و ریاست هیئت مدیره سازمان اقتصادی رضوی است. چند تا اینایی که الان در دولت رئیسی خدمتگزار آقا امام خامنه ای هستند، قبلا یه دوری با ابراهیم رئیسی تو آستان قدس رضوی زدن. جواد اوجی وزیر نفت، رضا فاطمی امین وزیر صنعت و تجارت، محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد، اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات و همین مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه بودجه. مسعود میرکاظمی وقتی که شد رئیس سازمان برنامه بودجه، اولین کاری که به عنوان رئیس این سازمان کرد متوقف کردن طرح همسازی حقوق معلمان و بازنشسته ها بود. رئیس سازمان برنامه بودجه طرح همسانسازی حقوق معلمان را خلاف قانون می داند و معتقد است که باید درباره این طرح تجدید نظر شود. پیامم برای ما زیاد آمده، از جمله اینکه فرهنگیان عزیز در مورد بحث فوق‌العاده ویژه‌شون که به هر حال تا بخش عمده‌ای، یعنی این شیرینی رو زیر دهنشون حس کردن، ولی خب به هر حال ابطال شده، معلوم نیست چه شده. یکی این، یکی هم باز در مورد فرهنگی ها پاداش بازنشستگی که سال 99 متاسفانه هنوز پرداخت نشده. من توضیح بدم خدمت معلمان عزیز، من خودم معلمم و خیلی علاقه مندم که معلمان رو کمک بکنیم و خودم خیلی ناراحت بودم که جلو این رو گرفتم. علتش این است که ما یه تعهدی داریم بی انضباطی رو جلوش بگیریم. یعنی اگر ما مدیریت نکنیم این رو،
فشار اصلی به قشر ضعیف از جمله معلمین ما. این اجازه رو به ما بدن که ما مدیریت بکنیم، بریم رو روال قانونیش این کار رو انجام بدیم. دوستان ما در آموزش پرورش با یه مجوزی که خلاف مغایر با قوانین بوده رفتن یک احکامی رو صادر کردن، 31/5. خب دستگاه نظارتی سوال کردیم، جلسه گذاشتیم که راه حلی پیدا بکنیم. گفتن تنها راش این است که چون قرار بوده فرض بفرمایید متوسط آ مقدار باشه، بله، تو همسان سازی بیشتر از اون شده، بیشتر از قانون. خب چاره چیه؟ بگیم تحت فشار پرداخت بکنیم یا متوقفش کنیم، به قولشون یا مدیریتش کنیم. پرداخت نمی کنیم، متوقفش میکنه. هی هم میگه بر اساس قانون. کدوم قانون؟ قانون کار که میگه حداقل دستمزد، حداقل دریافتی اگر بگیم دقیق تر، یعنی دستمزد و مزایا باید متناسب با نرخ تورم هر سال افزایش پیدا کنه و امسال هم همینطور. یا بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری. کدوم قانونه میگه خلاف قانون؟ بذارین جواب از آقای رسول بداغی بشنویم، فعال صنفی معلمان و فرهنگیان. طبق قانون مدیریت خدمات کشوری که یکی از بخشاش به بازنشستگان پرداخته، اصل چی ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری میگه که حقوق بازنشستگان باید بالای خط فقر باشه، یعنی حقوق بازنشستگان باید دقیقا مطابق با حقوق شاغلین باشه. حقوق شاغلین هم که باید به میزان نرخ تورم باشه، سالانه به میزان نرخ تورم افزایش پیدا کنه. این اصل چه ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوریه. خب حالا این که این چی میگه، من نمیدونم طبق کدوم قانون میگه که افزایش حقوق معلمان، این برهان درستی نیست که چون افزایش حقوق معلمان باعث افزایش نرخ تورم میشه پس باید معلمان در فقر باشن. ما دو تا موضوع داریم، یکی همسانسازی حقوق بازنشستگان که منظورش با حقوق شاغلینه در همسط خودشون. مثلا اگر یه شاغل ماهانه 12 میلیون تومان میگیره، در تهران زندگی میکنه با گروه، مثلا با رتبه فلان، با گروه فلان در تهران خدمت میکنه با فلان سنوات خدمت، بازنشسته هم باید با همردیف خودش در شاغلین حقوقش یکی باشه. این قانون 68 که ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری. خب حالا آموزش و پرورش حقوق شاغلین هرچی هست حقوق بازنشستگان باید هم همون مقدار باشه، یعنی سالانه با اگر نرخ تورم سالانه 40%، همون چیزی که قانون بانک مرکزی اعلام میکنه، اگه تورم 40%، حقوق معلمان بازنشستگان هم به همون اندازه باید افزایش پیدا کنه. خب اگر اینطوری نباشه دیگه دخل معلم به خرجش نمیرسه. حقوق معلمان کسی که مثلا دکترای ریاضی الان 9 میلیون تومان میگیره، دکترای جغرافیا از دوستان من هست 8 میلیون تومان میگیره، دکتراش به همون نسبت 1 میلیون تومان، مثلا فوق لیسانس 1 میلیون تومان کمتر از دکترا، لیسانس 1 میلیون تومان کمتر از فوق لیسانس، به همین نسبت میاد پایین. 50% دقیقا زیر خط فقره. خب این وضع دخل و خرج معلم ها و بازنشسته ها تو حوزه‌ای که طبق آمارهای خودشون خط فقر رسیده است به 11 میلیون تومان در ماه، به قول آقای بداغی 50% زیر خط فقر، نیمی از ماهو ندارن بخورن. خب بدیهی است که باعث می شود هر روز، تازه عقب افتادم دارن کلی، شنیدین دیگه، در مصاحبه‌ای که با آقای رئیس سازمان برنامه بودجه شد گوه مال سال 99 هنوز پرداخت نشده. بدیهی است که باعث میشه هر روز تظاهرات جلو مجلس و اداره های آموزش پرورش و تامین اجتماعی ادامه پیدا کنه و بسا گسترش پیدا کنه. همین پنج شنبه در 36 شهر
تجمع معلم ها گسترش پیدا کرد و قطعا تا جواب نگیرن این وضع ادامه پیدا میکنه. و تو این اوضاع های میرکاظمی هر جایی که اظهار لحیه میفرمایند میگویند چاره جز در پیش گرفتن سیاست های انقباضی نداریم، یعنی باید ببندیم پرداخت ها، هرچه بیشتر باید محدود بشه. خب چجوری باید مردم زندگی بکنن؟ و البته این چاکندن جلوی پای خود این حکومت هم هست، چون وقتی نون نداشته باشی دین و ایمون نداری، دولت مولد نمیشناسی. گفتم قبلا آینده این دولت از همین الان معلومه که بسیار روشن است. خود این مسعود میرکاظمی چقدر صلاحیت تصمیم گیری در این حوزه ها رو داره؟ 61 ساله، متولد اردستان، بچه نظام آباد تهران. باباش مغازه کوچیکی داشت تو میدون گرگان تهران. مسعود میرکاظمی دبستان و راهنمایی رو تو همون محله میره موقع انقلاب، 18 سالشه، متولد 1339. بعد از دیپلم میره علم و صنعت هم دانشگاهی محمود احمدی نژاد و با تشکیل سپاه میشود عضو سپاه پاسداران. هسته اولیه ی تیم احمدی نژادی ها همون موقع شکل میگیره، سال 58 قبل از اشغال سفارت آمریکا در تهران. میرکاظمی، هاشمی ثمره و احمدی نژاد انجمن اسلامی دانشگاه علم و صنعت که آدمای اصلیش همینا بودن مخالف اشغال سفارت آمریکا بود و میگفت باید سفارت شوروی اشغال بشه. همه چی هم افتاده بود دست این بچه های 18-19 ساله، البته پشتشون خمینی بود. بالاخره باید یک سفارتخانه مهمی اشغال میشد. سفارتخانه ها میدونید دیگه، خاک اون کشور محسوب میشن و اشغال سفارتخونه یعنی اشغال خاک اون کشوری که رفتی سفارتخونهشو اشغال کردی. و خب خاک یک کشور مهمی همون اوایل انقلاب باید اشغال میشد. بعد حرف علم و صنعتی های احمدی نژاد پیش نمیره، بنابراین تصمیم گرفته می شود که سفارت آمریکا اشغال بشه که سران حکومت از جمله خمینی هم از این حمله حمایت می کردن، چون که می دانید تیم احمدی نژاد از جمله شخص همین مسعود میرکاظمی بعدن میرن کردستان و در سرکوب مردم اون منطقه خدمات شایانی به جمهوری اسلامی می کنن. تقریبا همه آدم های اصلی احمدی نژاد که دولت اولش رو تشکیل میدن، مشایی و زریبافان و بقیهشون، میشن مدیرای شهری و استانی شهرهای کردستان و آذربایجان غربی. هیچ کدومشون هم کرد نیستن، جوان های 19 ساله تا 22 ساله، پر از تعصب حکومت ولایی به ولایت امری خمینی. اطلاعات و سرکوب مردم کرد و خوب بلد بودن، وگرنه فرماندار ماهآباد و بانه و بقیه شهرهای کرد نمی شدن. اینو خوب بلد بودن. مسعود میرکاظمی 21 سالشه که میشه فرمانده سپاه پاسداران غرب تهران. سال 65 لیسانسش رو میگیره و سال 68 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، میشه استاد دانشگاه علم و صنعت با مدرک کارشناسی ارشد. احمدی نژاد هم همون سال کارشناسی ارشدش رو میگیره و تو معماری و مثل میرکاظمی میشه استاد دانشگاه علم و صنعت. و انقلاب فرهنگی کرده بودن دیگه، استادای دانشگاه رو اخراج کرده بودن. بعد به اینا که توی سرکوبای انقلاب فرهنگیشون تو دانشگاه ها بودن مدرک کارشناسی ارشد میدادن، میکردنشون استاد دانشگاه. 180 هزار دانشجوی بعد از انقلاب فرهنگی طبق آمار رسمی استاداشون اینا بودن. بعد از 30 ماه تعطیلی دانشگاه ها، از اول اردیبهشت 59 تا آخر آذر 61. تازه اون موقع که میرکاظمی تو دانشگاه علم و صنعت استادی میکرد، احمدی نژاد که تو همون دانشگاه دانشجوی معماری بود هم استادی میکرد، هم به گفته میرکاظمی در حوزه مدیریت ریاست دانشگاه هم بود. یعنی این احمدی نژاد اینجوری نبینین، از اون اول رئیس این باند بوده. دارم براتون بخونم از آقای
سید مسعود میرکاظمی. من سال 57 دانشجو مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت بودم. در آنجا با آقای احمدی نژاد رفاقت داشتم. آقای احمدی نژاد هم دانشجو معماری بود. در جریان انقلاب فرهنگی و تغییراتی که بعدها در دانشگاه ها به وقوع پیوست، جزء فعالان دانشگاه علم و صنعت بود. حتی بحث انقلاب فرهنگی را هم در دانشگاه علم و صنعت ما پیگیری کردیم. بعدها هم که من از دانشگاه علم و صنعت فوق لیسانسم را گرفتم، در همان دانشگاه علم و صنعت تدریس می‌کردم. در این زمان آقای احمدی نژاد در حوزه مدیر ریاست دانشگاه بود. این وروجک. و من با ایشان ارتباط داشتم. همزمان هر دوی ما هم در دانشگاه تدریس می‌کردیم. همزمان با بزن خلاصه بگم که همزمان با استادی در دانشگاه علم و صنعت، مسعود میرکاظمی در دانشگاه تازه تأسیس سپاه دانشگاه امام حسین می شود معاون پژوهش و آموزش این دانشگاه که هنوز 30 سالش هم نشده. بعد دوره خاتمی میشه مدیر اتکا اداره تدارک ارتش و سپاه. اولین جایی که در واقع حیات خلوت دوزیا و پورسانت های ارتش و سپاه هست. اساساً سپاه البته گسترش پیدا میکنه. بعد دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی، علی شمخانی وزیر دفاع میرکاظمی میشود مشاور وزیر دفاع، میاد تو دولت. دولت احمدی نژاد که میاد سر کار سال 84، میرکاظمی میشه وزیر بازرگانیش. گوش کنید، میگه در یک مقطعی ارتباطمان، یعنی ارتباط من میرکاظمی و احمدی نژاد، کم شد. ایشان استاندار شد و من هم چند مسئولیت داشتم. در دانشگاه تدریس می‌کردم و در چند مرکز تحقیقاتی فعال بودم. پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 84 و درست زمانی که کاندیداهای کابینه دولت را انتخاب می‌کردند، دولت اول احمدی نژاد، من در حج بودم. پس از اینکه از حج آمدم، دوستان به من گفتند آقا کجایی، داریم دنبالت می‌گردیم. وقتی علت را پرسیدم گفتن آقای احمدی نژاد با شما کار داره. وقتی رسیدم اعلام کردن در حوزه بازرگانی به جمع‌بندی رسیده شده که من به عنوان وزیر بازرگانی معرفی شوم. علت این که گفتن در وزارت بازرگانی مشغول شوم، سابقه من در لوجستیک سپاه بود. به دلیل سابقه کار کردن در تدارکات سپاه می شود وزیر بازرگانی. خب کارنامه 4 سالش در دولت اول احمدی نژاد کاملا تمام وزیر بازرگانی بود. کارنامه 4 سالش در وزارت بازرگانی چیه؟ در وزارت خونه ای که با نیازهای اساسی زندگی مردم، کالاهای اساسی زندگی مردم روزمره سر و کار داره. وزارت بازرگانی سال 90 البته در وزارت صنعت و معدن ادغام شد، شد وزارت سمت دیگه. بعدم خواستن دوباره احیاش کنن که گفتن 2000 میلیارد تومان هزینه داره و فعلا مونده و مجلس سال دوره روحانی تصویب کرد که دوباره احیا بشه، ولی خب گفتم پول نری به احیا کنیم. ولی وزارت بازرگانی سال 90 وسط دولت دوم احمدی نژاد کردن تو وزارت صنعت و معدن که میگم شد سمت فعلی. حالا وزیر بازرگانی در سال 84 تا 88 مسعود میرکاظمی بود. طرح استیضاحش سال 87 رفت مجلس. دلایل استیضاحش چی بود؟ اجازه واردات بیرویه شکر و ضربه شدید به واحدهای تولیدی نیشکر و چغندرکاران، عدم اجرای قانون بودجه سال 85 و 86 در خصوص تعرفه کالاهای وارداتی و بی‌ثباتی در نرخ تعرفه، عدم حمایت از واحدهای تولیدی با واردات بیرویه به ویژه در کالاهای مصرفی و کشاورزی و چند دلیل دیگه. همین سه تا دلیلی که براتون خوندم، دلیل اول طرح استیضاحش، یعنی عمل کردن برعکس حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی که دستور مستقیم آقا امام زمانشونه.
حالا ببینین این آدم که این طرح، این اولین طرح استیزا، بعد وقتی میشه وزیر نفت دو بار دیگه طرح استیزایش میره مجلس، یعنی این رکورد شکن طرح استیزا وزیر در مجلس هم بوده که میشه الان رئیس سازمان برنامه و بودجه. حالا ببینید همین میرکاظمی که دلایل طرح استیزاهش به دلیل بی‌ثباتی در نرخ تعرفه، عدم حمایت از واحدهای تولیدی با واردات بی‌رویه به ویژه در کالای مصرفی کشاورزی، این چیزاست، دلایلش ایناست که حالا توضیح خواهم داد در مورد شکر به ویژه که چه کرده. بعد همین آدم رو ببینین سال 92 ببینین چی میگه. مقام معظم رهبری در شهریور ماه سال 89 در دیدار با کارآفرینان برای نخستین بار واژه اقتصاد مقاومتی را مطرح فرمودند که فصل جدیدی از جریان شکل‌گیری پایداری و مقاومت را رقم می‌زد. به دلیل بدیع و بی بدیل بودن این واژه در گفتمان انقلاب اسلامی که ناشی از دیدبانی صحیح و به موقع رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است و اصحاب قلم و رسانه و فرهیختگان میهن اسلامی ضرورت دارد، به تبیین و تشریح پیرامون این موضوع پرداخته و هر کس به فراخور و از ابعاد مورد نظر خود به تجزیه و تحلیل آن بپردازد. به تجزیه تحلیل چی؟ حمایت از تولید داخلی. بعد در ادامه خودش میپردازد به همین تجزیه و تحلیل و یه چند خط حرفای کلی میزنه در تشریح سخنان آقا که باید به غرب بی‌اعتماد بود و از این حرفا، تحکیم تولید داخلی هم یعنی بی‌اعتمادی به غرب دیگه در گفتمان اینا به قول خودشون. آقا جان تو که یکی از موارد درخشان کارنامه قطع سوبسید یارانه به شکر داخلی و افزایش 300% واردات شکری، تو چی میگی؟ تو چرا این حرف رو میزنی؟ آقا این حرف رو باید زد تا آقا خوشش بیاد، فقط همین مهمه آقا خوشش بیاد. اون موقع هم هر کاری کردم من میر کاظمی به خاطر آیات اعظم مصباح و مکارم بود که همیشه مدافع آقا بودن و هستن. حالا مصباح مرد، مکارم که هست که. داستان چی بود که دوره وزارت بازرگانیش هر کاری در رابطه با واردات شکر کرد برای منافع خانواده های آیات اعظم به ویژه مکارم شیرازی بود و به ضرر بازار مصرفی مردم بود. ببینین اول انقلاب یه تعداد از کارخونه‌های تولید شکر رو دولت واگذار میکنه، دولت برآمده از انقلاب واگذار میکنه به افرادی که از خانواده آیت الله مکارم بودن، پسر آیت الله مکارم، محمد علی مکارم و دومادش جواد مدلل که همچنان پافشاری میکنن که جواد مدلل دومادش. و برنامه مفصلی من گذاشتم این درباره این موضوع، بنابراین به ذرس قاطع در گفتگو با پسر دیگر آیت الله مکارم جناب آقای محمد رضا مکارم، بنابراین به ذرس قاطع عرض میکنم خدمتون که جواد مدلل داماد آیت الله مکارمه، داماد به مفهوم وسیع خانوادگی، نه اینکه لزوما از چون دو تا زن داره مکارم که این بحث رو من میخوام بذارم کنار فعلا، یعنی اینکه خواهرای محمد علی که در این انحصار شکر واردات شکر دست داشته است و دارد و همینطور خواهرای او و همینطور آقای محمد رضا مکارم که بنده باشون صحبت کردم درباره همین موضوع پخش کردیم مفصل چند سال پیش بود، هیچ کدومشون خواهراشونو ندادن به جواد مدلل، از یک زن دیگه است اون دختر. حالا میگم این بحث رو بذاریم کنار که در صفای قوم زندگی میکنن. ببینین داشتم اینو میگفتم، آقای ممدلی پسر آیت الله مکارم و جواد مدلل شکر وارد میکردن که ارزونتر از شکر داخلی در میومد. دولت های رفسنجانی و خاتمی به شکر تولید داخل میومدن
یارانه میدادن، سوبسید میدادن تا تولید کننده های داخلی نمیرن، بتونن شکرشون رو تو بازار با قیمت پایین تر از اون چیزی که براشون در میاد بفروشن، بعد ما به تفاوت هزینه تولید و فروش رو از دولت به عنوان سوبسید یا یارانه میگرفتن. اینجوری قیمت شکر وارداتی و تولید داخل توازن پیدا میکرد و به اصطلاح بازار دچار تنش و افزایش قیمت شکر نمیشد. ولی سال 85 این داستان تموم شد با وزارت بازار، با فشار آیات اعزام و وزارت بازرگانی، همین وزیر بازرگانی که الان رئیس سازمان برنامه و بودجه است آقای میرکاظمی. خب محمد علی پسر آیت الله مکارم که در تهران تاجر است و دامادش جواد مدلل شکر را ارزان وارد می‌کردند و تا قبل از روی کار آمدن احمدی نژاد دولت به تولید کنندگان داخلی ما به تفاوتی می‌پرداخت تا ضرر نکنند، چون تولید داخلی از شکر وارداتی گران‌تر تمام می‌شد. گفته می‌شود آیت الله مکارم و مصباح به دولت فشار آوردند تا پرداخت سوبسید به شکر داخلی را قطع کند تا با بالا رفتن قیمت شکر داخلی فروش شکر داخلی به نفع وارد کنندگان شکر پایین بیاید. دولت هم سوبسید را قطع کرد. نتیجه آن شکستن تولید داخلی و اخراج کارگران صنایع شکر بود. فقط در مجتمع کشت و صنعت چغندر قند دزفول که بزرگترین مجتمع تولید قند و شکر خاورمیانه است، در اردیبهشت 85 35 هزار کارگر اخراج شدند. مسئول اجرایی این مصیبت، این جنایت کی بود؟ مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی دولت احمدی نژاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی. تعرفه گمرکی واردات شکر در زمان وزارت میرکاظمی از 150% به 50% و بعد به 10% در سالهای 85 و 86 رسید. تنها در سالهای 86 تا 88 نزدیک 5 میلیون تن قند و شکر وارد کشور شد، در حالی که کل نیاز سالانه کشور چیزی در حدود 2 میلیون تن بود که عمده آن در داخل تولید می شد. بررسی نحوه تولید و تأمین شکر در سالهای 85 تا 87 حاوی نکات جالبی است. در این سالها وزارت بازرگانی با واردات گسترده شکر، افزون بر تعطیلی کارخانجات تولیدی قند و شکر، زمینه بدهکاری کشاورزان را مهیا کرد. آقای علی اکبر مهرفرد، معاون وزیر کشاورزی در دولت روحانی، در 24 تیر ماه 1395 که باز بحران شکر به وجود آورده بودند، آمد گفت اصلا تعرفه گمرکی از شکر وارداتی در دولت احمدی نژاد و در وزارت بازرگانی آقای میرکاظمی به طور کامل حذف شد. اتفاقی که افتاد این بود که تعرفه شکر در دو سه مرحله شد صفر. صفر، پولی دیگه به گمرک و وزارت بازرگانی و غیره لازم نیست بدین، تعرفه صفر. کسی ازتون نمیپرسه که چند خریدی و وارد کردی، بیا هر قیمتی میخوای بفروش تو بازار، زیادیشم بذار تو انبار احتکار کن، شکر که کم شد تو بازار بیا با قیمت بالاتر بفروش و دوباره تنش دیگه، سیکل دیگه ای درست کن. درست یک ماه بعد از صحبتهای آقای مهرفرد که شنیدین، ذخایر شکر کشور بیش از نیاز کشور است. در سال 85 با کاهش تعرفه واردات شکر و در نهایت صفر کردن آن، بیش از دو میلیون تن شکر به کشور وارد شد که تمام آن به نفع کشاورزان خارجی بود. مازاد میگه حتی همکنون 450 تا 500 هزار تن شکر در انبارهای کشور موجود است و 200 هزار تن دیگر روی کشتی ها به سمت ایران در حال انتقال است، در حالی که مصرف ماهانه شکر در کشور تنها 108 کمتر از 200 هزار تن 180 هزار تن است. این اون ماجرا که وزیر بازرگانی دولت احمدی نژاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی سال 85 به وجود آورد با قطع سوبسید به شکر داخلی، این اون سال 95 هم تکرار میشه و همین الان بازار شکر چرا همچنان در نوسانه و دیگه بعد از سال 85 هرگز دولت نتوانست و نخواست برود روی یارانه دادن مجدد به شکر داخلی، چون دیگه تنظیم بازار دست وارد کننده هاست، یعنی در واقع دست انحصار وارد کننده واسه همینه که عرض کردم، بیت همین آیت الله ها و دزدای زیر عبای اینا مثل مدلل.
طوری شده که کارخونه های تولید شکر الان محصول چغنده رو از کشاورز پایا پای میخرن، به جای پول بهشون شکر میدن. که کشاورزا همچنان دارن به دلیل سیاست قطع یارانه به شکر که همین مسعود میرکاظمی رئیس فعلی سازمان برنامه بودجه در سال 85 شروع کرد همچنان دارن ضرر میدن. شهرستان اقلید با سطح زیر کشت 5500 هکتار و تولید 220 هزار تن چغندر قند قطب تولید محصول در سطح استان فارس میباشه. اما محصولی که تولید میشه تا کام مردم را شیرین کنه حالا کام کشاورزان رو تلخ کرده. ماشینی که باید چغندر من هم کنه بیاد کارخونه اقلید باید بیاد اینجا 50 ساعت پشت در کارخونه بخوابه و هزینه خوابش و حملش هم بوده من کشاورزه. من یک سال زحمت کشیدم، کشاورزی کردم، چغندر دادم تعبیر کارخونه، حالا اومدم برای پول میگه بیا شکر ببر. با شکر چه کار کنیم؟ با اگر به قیمت بازار بهمون میداد مشکلی نداشتیم، بالاتر از قیمت بازار بهمون میده و با ضرر باید بدیم بره شکرو. سراغ مدیر تولید کارخونه رفتیم تا جوابی برای سوالهای مطرح شده بگیریم. سابقا دولت شکر کارخونه جاتو خریداری میکرد و کارخونه با همون مبلغی که از دولت میگرفت بدهیاش ادا میکرد. الان به شکلی شده که کارخونه دولت دیگه قبول نمیکنه شکر رو و کارخونه باید شکرش آزاد بفروشه و به اون قیمت مصوب نمیتونه شکر رو بفروشه. اینه که ما مجبوریم شکر رو در اختیار کشاورز قرار بدیم. مسئولین کارخانه قند اقلید واردات بدون برنامه‌ریزی شکر و افزایش عرضه این محصول در 6 ماه دوم سال رو از دیگر مشکلات کارخانه‌های قند اعلام کردند. کاری که مسعود میرکاظمی در سال 85 با کشت و صنعت چغندر قند و تولید شکر کرد که تبعاتش رو دارین میبینین، الان که شده رئیس سازمان برنامه و بودجه میاد ژست همدانی میگیره. همدانستن همه چیز. میگه الان میگم واقعا آدم هیچ واژه‌ای نمیتونه اطلاق کنه به این همه رو. میگه مدیریت بر کشت، مدیریت بر کشت در همه کشورها با یارانه دادن به محصولات کشاورزی امکان پذیره و انجام میشه. یه کار بسیار ضروریه ولی عملا تو کشور ما اتفاق نیفتاده. من خاطرات هم بگم از سازمان جهانی تجارت که میرفتیم در زمانی که بازرگانی بودم، یکی از حمایت‌هایی که هیچ وقت لغو نشد و حذف نشد در سازمان جهانی تجارت، علارغم که همه حمایت‌ها حذف شد، بس حمایت از کشاورزی بود. یعنی هیچ کدوم از کشورها، چه توسعه یافته چه در حال توسعه، راغب به این نبودن که یارانه‌های کشاورزی رو حذف کنن. یکی از دلایلش مدیریت بر کشته، یعنی در اونجا صاحبان زمین کشاورزان رو مدیریت می‌کردن با همین یارانه. اگر شما در این 100 هکتار 50 هکتار فلان کالا رو بکاری، 50 هکتار فلان، اینقدر یارانه به شما داده میشه، بازار هم در اختیار خوده و تو حلقه‌های بعدی از مالیاتی که میگرفتن این رو جبران میکردن و کشاورزی رو مورد حمایت قرار میدادن. امروز وزیر محترم جهاد کشاورزی ما هیچ پولی در اختیارش نیست بابت این کار. ببینین اول صحبتش چی فرمود همین شخص، گفت در کشور ما هیچ وقت این اتفاق نیفتاده، چیزی که در کشاورزی جهان مدیریت داره میشه و شاخص این مدیریت هم همین مدیریت بر کشته، یعنی اینکه یارانه به کشاورز. خوب اتفاق که همون یه قلم اتفاق افتاد، اتفاق افتاده نه اینکه اتفاق نیفته، یه قلم که دست خودت بود. تو 4 سال وزیر بازرگانی بودی و ماجرای شکر رو الان توضیح دادم، همه عالم و آدم هم میدونن که چه اتفاقایی افتاد در بازار. یارانه داده میشد، تو قطعش کردی. ببینین از مدیرای جمهوری اسلامی خیلی ها میان حرفایی میزنن برعکس کارهایی که کردن. اگه بیان بگن آقا ما اشتباه کردیم، ما به این دلایل علمی اشتباه کردیم در این خصوص و الان داریم درست میگیم، حالا قبول میکنین ما بیایم کار بکنیم، مثلا در چارچوب کار خودشون عرض میکنم، اینا برعکسن. همین الان میرکاظمی هنوز درباره مثلا سواپ نفت که حالا برسیم خواهم گفت که اونم یکی از تپه هایی بود که از خودش به جا گذاشت تا امروز،
ضررهایی که به کشور ایران زد، به سرمایه های ایران زد، باز میاد دفاع میکنه، میگه شواپ نفت مثلا به جای سواپ نفت. هنوز میگه من تصمیم درباره همین ماجرا میگه من تصمیم درست بود، ولی الان میاد حرفای میزنه. چرا؟ چون الان مخبر سر کار گماشته آقا و آقا هم این حرفا رو باید بپرسد تا خوشش بیاد، اینا رو قاب بگیره و بتونه بره مخبر گزارش بده با آقا دیگه. حالا این حرفایی که میزد، اون که مدیریت بر کشت، یعنی مدیریت آب، یعنی آمایش زمین، یعنی و و و و، یا اینکه یک قرون نداریم، الان وزیر محترمتون یک قرون برای یارانه کالاهای اساسی نداری، اینا بحثای امشب نیست. بحث ما الان اینه که یعنی چی حرفایی که حالا میزنی، حالا برای چی اینا رو میگی؟ میخوای بگی تو میدونی؟ تا حالا هیچکی نمیدونسته در جمهوری اسلامی که باید کشاورزی رو حمایت و مدیریت کرد؟ قبل از انقلاب هم که نمیکردن ها، همش مدیریت دولتی بود. میگی فقط تو میدونی که باید مدیریت کرد برای افزایش کیفیت و کمیت تولید داخلی، از جمله تولید شکر. خودت که سابقت نشون میده چه کردی برادر من. این بلایی که سر بازار شکر داخلی و کشاورزا و کارگرای مجتمع کشت و صنعت دزبود سال 85 اوورد و گفتم نتیجه‌شو داریم همچنان میبینیم، فقط از سر بی‌توجهی به منافع مردم و خواست کشاورزا نبوده، فقط به دلیل رعایت خواست خانواده مکارم شیرازی و بقیه آخوندهای اعلام دوربر پیشوا نبوده، واقعا به دلیل بیسوادی و جهالت نسبت به آینده این تصمیم در بخش از صنایع کشاورزی کشورم بوده و اینو دیگه کارش نمیشه کرد تا این نظام مقدس برپاست، چون همه چیز بر پایه تقواست، یعنی بانبازی خودشون، نه علم. بر پایه علم اگه بود که اینجوری نمیشد. مسئولیت های مهم دست همین بی سواده و کم سواده است. طرف همین شخص با تجربه لوجستیک سپاه، پشتیبانی سپاه شده وزیر بازرگانی. خب نتیجهش میشه همین. و همین آقای نخبه، این نابغه تو دولت دوم احمدی نژاد که شروع میشه وزیر نفت. متن گفتگو با ایشون کوتاه عرض میکنم خدمتتون. میفرمایند اواخر دولت نهم مقداری بین من، دولت اول احمدی نژاد، مقداری بین من و آقای احمدی نژاد شکراب شد. از جهت برخی تفاوت سلیقه ها بود. ایشان در رابطه با برخی افراد یک نظری داشت و من هم نظری دیگری داشتم. در دولت یازدهم، ببخشید، در دولت دهم، دولت دوم احمدی نژاد، در جلسه‌ای که با آقای احمدی نژاد داشتم به ایشان گفتم با توجه به اختلاف نظری که در پایان دولت نهم با شما داشتم، بگذارید دیگر با هم کار نکنیم. اگر کمک خواستید من میتوانم به شما کمک کنم، ولی مسئولیت نمیپذیرم، میخواهم راحت باشم. آقای احمدی نژاد خیلی گله کرد، بعد جریان فتنه بود. احساس آقای رئیس جمهور به این شکل بود که من میخواهم تنهایش بگذارم. من خیلی ناراحت شدم، به ایشان گفتم اصلا اینطور نیست، فقط میترسم در کار با هم دیگر مشکل پیدا کنیم. دوستیمون سر جاش بماند و اگر کمک خواستید انجام میدم. بعد از ظهر همان روز وقتی اسامی وزرای پیشنهادی منتشر شد، مشاهده کردم اسم من به عنوان وزیر نفت انتشار پیدا کرده. سوال خبرنگار: بدون آنکه برنامه شما را گرفته باشند؟ جواب آقای میرکاظمی: بعد از آن فرصت برای ارائه برنامه بود، من که در آن رابطه مشکلی نداشتم. گردنش دیدین چقدر کلفته دیگه، مشکل نداشتم که. برنامه نفت رو در فاصله باقی مانده آماده کردم و هم رفت. برنامهش چی بود؟ و کارنامهش چیه در وزارت نفت؟ در دوران مسئولیت مسئول میرکاظمی در وزارت نفت، دستور توقف سواپ نفت ایران از کشورهای حاشیه دریای خزر صادر شد. تجارتی که بیش از یک دهه در ایران با دیپلماسی انرژی دولت اصلاحات شکل گرفته بود، به یک باره با دستور میرکاظمی متوقف شد. پس از خروج میرکاظمی از بدنه صنعت نفت، هم تلاش‌های شرکت ملی نفت و وزیر وقت نفت برای احیای سواپ نفت نتیجه نداده و هم‌اکنون ترکمنستان و قزاقستان با حذف ایران تمامی نفت سواپ خود را از مسیر خط لوله BTC آذربایجان یا روسیه به بازارهای جهانی ارسال میکنند. سواپ نفت یعنی تحویل گرفتن نفت در شمال کشور و تحویل دادن نفت با همان کیفیت در جنوب کشور برای رسیدن به مقصد.
در دهه 1990 و پس از فروپاشی اتحاد شوروی سابق و استقلال یافتن کشورهای آسیای مرکزی، مبادله نفت با ایران اهمیت پیدا کرد. این کشورها برای توسعه اقتصادی خود به صادرات نفت خود نیاز مبرم داشتند. در صورتی که امکانات آنان جهت رساندن نفت به دست مصرف کنندگان در اروپا، آسیا و آمریکا بسیار محدود بود، به همین جهت در سال 1375 قراردادی بین ایران و قزاقستان به امضا رسید که بر اساس آن روزانه 40,000 بشکه نفت خام سبک از قزاقستان تحویل پالایشگاه تبریز و تهران میشد و در عوض به همین مقدار نفت خام سبک ایران در خلیج فارس جهت شرکای تجاری قزاقستان تحویل آنان میشد. یعنی نه لزوما همون نفت خامی که با همون کیفیت که تحویل گرفته شده در شمال، همونو در جنوب به نفت کش ها بدیم، نه، اون نفت تحویل گرفته شده به پالایشگاه های ایران میرفت و نفت خام ایران از جنوب به مشتری قزاقستان یا هر کشوری دیگه ای که در قرارداد سواب بود فرستاده میشد. اینجوری حتی نفت مرغوب دریافت میشد و همون میزان نفت اما با کیفیت پایین‌تر صادر میشد. این جزء قرارداد بود، البته این عقبازی هم نیست. سواب محصولات موضوعی مورد اتفاق تمام بخش‌های کارشناسی در سطح جهان است. از سوی دیگر در هر سه سند بالادستی کشور، یعنی سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر، سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی و برنامه پنجم توسعه کشور، موضوع سواب مورد توجه قرار گرفته و بر اجرای آن تاکید شده. در سیاست‌های کلی ابلاغ رهبری در بخش نفت و گاز به وزارت نفت تکلیف شده است که بهره برداری از موقعیت منطقی و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فراوری و پالایش و معاوضه انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی. من اینا رو خوندم که همش رو سایت های تخصصی جمهوری اسلامی، که بگم با تمام این اوصاف مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت دهم، دولت دوم احمد نژاد، در دوره تصدی خود در وزارت نفت به طور ناگهانی جریان سواب نفت رو از طریق دریای خزر به جنوب قطع میکنه و خلاف، یعنی من نمیدونم چرا آقا گفته بزنش اینو رئیس سازمان برنامه بودجه، برای اینکه همه کارنامهش خلاف دستورات اینا رو من خوندم، برای اینکه همینو بگم خلاف دستورات آقا امام زمانشونه. محمود آستانه، عضو سابق هیئت مدیره شرکت نیکو که همراه خانواده در سوئیس روزگار می‌گذرانند ایشون البته، در نشستی خبری با انتقاد شدید از لغو یک طرفه قرارداد سواب نفت توسط دولت احمدی نژاد و از زمان وزارت مسعود میرکاظمی اظهار کرد تا سال 1389 عملیات سواب نفت به مدت 13 سال با موفقیت در حال انجام بود، اما به یک بار در مرداد سال 89 فعالیت قطع شد که عواقب حقوقی نسبتاً سنگینی برای ایران داشت. لغو یک طرفه قرارداد سواب نفت ضررهای معنوی و مالی زیادی برای ایران داشت که البته به اعتقاد من ضررهای معنویش بیشتر بوده، چرا که اعتبار ما در بین شرکت‌های نفتی و سواپرهای منطقه حوزه خزر زیر سوال رفت و اگر بخوایم دوباره قراردادها را دوباره منعقد کنیم کار سختی خواهیم داشت. حالا دوباره رو خودش نوشته. آقای محمود آستانه، عضو سابق هیئت مدیره شرکت نیکو، شرکت مبادلات بازرگانی خارجی نفت ایران، با یادآوری اینکه در دوران وزارت میرکاظمی پس از سه روز کار کارشناسی درباره سواب توسط تیم حقوقی ایشان در نهایت حکم عزل زین الدین مدیر وقت حقوقی نفت صادر شد، گفت به نظر من اطلاعات درستی به میرکاظمی ندادن و حتی بعضن وی فرق بین بشکه و تن را نمیدانست. آخه کجا اومده که بدونه چقدر نفتی بوده این هستن؟ به قول خودش کارشناسی صنایع، ارشد کارشناس صنایع گرفته موقعی که سپاهی بوده که میدونیم چجوری میگرفتن دهه 60، مخصوصا که بشن استاد دانشگاه و بدبخت اونایی که زیر دست اینا بودن، بعدم که تو پشتیبانی سپاه بوده و میشه وزیر بازرگانی، بعد میاد میشه وزیر نفت. و این صحبت من نیست، صحبت محمود آستانه، عضو سابق هیئت مدیره شرکت نیکوه، مدیریت خارجی شرکت نفت در واقع. میگه چی؟ میگه این بابا
فرق بین بشکه و تن رو نمیدونست، مثلا موقعی که وزیر نفت بود. این در حالی است که ما در شورای عالی امنیت ملی درباره سواب توضیحات لازم را دادیم و وزرای مربوطه کار ما را تایید کردند، اما متاسفانه در نهایت دستور توقف سواب صادر شد. شرکت ضرراش حالا چه اهمیتی داشت؟ شرکت کاسپیان مال جمهوری آذربایجان، یکی از 16 شرکت طرف قرارداد سواب نفت با ایران، 16 تا شرکت قرارداد داشتن، با اقداماتی که انجام داد تمام حساب‌های شرکت نیکو را در کشورهای مختلف بست و حتی اموال و ساختمان نیکو در لوزان سوئیس را شناسایی کرد و روی آن دست گذاشت. ما هزینه‌های زیادی را متحمل شدیم تا این توقیف‌ها را برداریم. در نهایت شکایت کاسپیان از ایران به دادگاه داوری رفت. ما در اتاق بازرگانی بین‌الملل 650 هزار یورو برای هزینه‌های مختلف وکیل و اینا دادیم، صرف کردیم. پس از 3 سال مبارزه موفق شدیم شکایت 97 میلیون دلاری کاسپیان، فقط یکی از شرکت‌ها، از ایران را به حدود 5 میلیون دلار کاهش دهیم که با سایر هزینه ها از جمله هزینه های وکیل کل این مبلغ کمتر از 10 میلیون دلار بوده است. بعد میگه اصلا بیشترین خدمت رو به ترکیه کرد میرکاظمی با دستور لغو سواب نفت، و چرا که ترکیه تبدیل شد به هاب انرژی منطقه و هم خط لوله و هم خط نفت از این کشور در حال عبور کردن است. افزون بر زیان های ژئوپلیتیک و راهبردی قطع سواب نفت که توضیحاتش خوندم، 10 میلیون دلار هم خرج کردن تا طرفاشون رو راضی کنن بیشتر ازشون جریمه نگیرن، سازش کنن. چقدر دست داد جمهوری اسلامی؟ متوسط سود فقط از عملیات سواب نفت خام پس از کسر کلیه هزینه ها بیش از 1 دلار در هر بشکه است. تازه باید توجه کرد که سودهای پنهان در این عملیات از جمله تفاوت کیفی نفت‌های خام وارد شده با نفت‌های خام ایران، ارزش افزوده بر اساس تولید فرآورده‌های نفتی با ارزش بالاتر که حدود 2 تا 3 دلار در هر بشکه برآورد شده، عدم انجام هزینه انتقال نفت خام از جنوب کشور به پالایشگاه تهران و تبریز که فاصله 1000 کیلومتری دارن، استفاده چون از بالا میاد میره تو اون پالایشگاه، استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری انجام شده برای ساخت پایانه نفتی نکا و خط لوله نکاره و همچنین ایجاد شغل برای تعدادی از هموطنان در محاسبات سود اعلام شده تازه منظور نشده. در 13 سال سواب نفت شمال بیش از 560 میلیون بشکه سواب شده، نزدیک 1 میلیارد دلار جمهوری اسلامی درآمد داشته. بعدش در دولت دوم روحانی دوباره آمدن از سر بگیرن که فقط تونستن 360 هزار بشکه نفت سواب کنن، بعد کاملا اصلا متوقف شد، کسی قرارداد دیگه نبست. تمام امکاناتی هم که از طریق خط لوله نکا میتونه مورد استفاده باشه الان بلا استفاده است. 22 اردیبهشت 95 آقای امیرعباس سلطانی عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس، بعد از اینکه میگه در وارد کردن بابک زنجانی به جمع فروشندگان نفت ایران همین مسعود میرکاظمی هم نقش داشت، میگوید لغو سواب نفت یک اشتباه بزرگ بود و ضرر هنگفتی به کشور وارد کرد و الان اسناد و مدارک آن موجود است و معلوم است که بابت آن تصمیم دوره وزارت آقای میرکاظمی چه زیانی متوجه مملکت شده. ما با ملغا کردن آن قرارداد یک بازار بزرگ را از دست دادیم و من این را از اشتباهات بزرگ و محرز آقای میرکاظمی در دوره وزارتشان می‌دانم. غیر از فرصت اقتصادی خوب و طلایی که از دست رفته، زیان دیگری هم متوجه ما شده است. الان با استناد به رفتار ما در آن قرارداد، ایران را کشوری غیر پایبند به تعهدات و قراردادها معرفی می‌کنند و این در بستن قراردادهای جدید هم برای ما مشکل ایجاد می‌کند. سال البته درباره کرسنت هم همین اتفاق افتاد که بذارین این فرصت شد اشاره کوتاهی بکنم. سال 92 احمدی نژاد میرکاظمی رو بعد از 2 سال که وزیر نفتش بود برکنار میکنه. در دوران تصدی میرکاظمی به عنوان وزیر نفت، تصفیه مدیران ارشد صنعت نفت ایران انجام شد که بر اساس آن در کمتر از 1 سال بیش از 250 مدیر ارشد و کارشناس نفتی برکنار شدند. میرکاظمی در جایگاه وزیر نفت به دلیل نداشتن تجربه، تخصص و آگاهی لازم، زنجیره از اشتباهات ریز و درشت را مرتکب شد که در نهایت به برکناری او از وزارت نفت منجر شد، ولی اینا دلیل برکناریش نبود.
این کارا رو کرد، اما دلیل برکناریش این نبود. اینا رو که احمدی نژاد جایزه میداد بهش، این نبود. کی تو جمهوری اسلامی اصلا کسی دلش برای سرمایه های مملکت سوخته که این بار دومش باشه که بیان وزیر نفت رو به این دلایل برکنار کنن؟ یه نفر اومد راستش رو گفت، البته این وسط، که دلیلش چی بوده. محمد رضا باهنر از قدیمی های مورد وثوق نظام مقدس به قول خودشون و عضو حقیقی فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگه علت برکناری میرکاظمی از وزارت نفت، از وزارت نفت در دولت احمد نژاد، این بود که میرکاظمی با تیم انحرافی احمد نژاد همراهی نمیکرد و سعی میکرد با رئیس جمهور باشه، ولی با مشای اینا خلاصه کنار نمی اومد، میخواست همیشه در کنار آقا بمونه. درباره برکناری میرکاظمی و مهرابیان توسط احمد نژاد، آقای چون مهرابیان وزیر صنایع هم برکنار شد، آقای میرکاظمی وزیر نفت سعی میکرد علاوه بر هماهنگی با رئیس جمهور با برخی مقامات بلند پایه هم هماهنگ باشد. آقای مهرابیان وزیر صنایع هم در سایپا و امثال هم با افرادی مثل تیپ مشایی درگیر بود. یعنی در دوره فاصله گرفتن یه عده از اطرافیان احمدی نژاد از او که میگفتند باید از حلقه انحرافی براءت جست، میرکاظمی هم از شمار کسایی بود که از احمدی نژاد فاصله گرفت و به نفع بیت پیشوا در واقع تو اون اختلافایی که تو دولت دوم احمدی نژاد و اینا پیش آمد. باری و به همین دلیل هم احمدی نژاد گذاشتش کنار. وقتی هم احمدی نژاد دولت رو تحویل داد سال 92، حاصل چه شد؟ با 6 سال وزارت این آدم در اون دولت، مجموعه دولتش که از آدمای اصلیش همین میرکاظمی وزیر بازرگانی و وزیر نفتش بود و رئیس سازمان برنامه بودجه این دولت رئیسی، 16 برابر همه دولت‌های جمهوری اسلامی از اول تا اون موقع بدهی بالا آورده بود. بدهی های دولت به بخش خصوصی 51,000 میلیارد تومان برآورد می شود سال 92 ها. دولت های نهم و دهم، دولت های احمدی نژاد، به حجم بدهی های دولتی به سه بخش بانک ها، بانک مرکزی و بانک خصوصی بسیار افزودند. آمار بانک مرکزی نشان می دهد میزان بدهی های دولتی در سال 91 تقریبا به اندازه 16 برابر بدهی های دولتی در سال 84 بوده، یعنی سال شروع دولت اول احمدی نژاد. حالا آدمی که در دوره احمدی نژاد با 4 سال وزیر بازرگانی بودن و 2 سال وزیر نفت بودن در خالی کردن خزانه مملکت نقش مهم می داشته، این آدم الان به حکم آقای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی سید محرومان، شده است رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور. چه برنامه‌ای میخواد برای بودجه کشور و توازن بودجه کشور بریزه جز آن که از مردم همون برنامه به اصطلاح انقباضیش که هر جا حرف زده تو همین 4-5 ماه گذشته از مردم بگیره، همینطور که در اولین برنامهش گفت درباره حقوق معلمان و بازنشستگان همسانسازیش قانون حتی دور بزن، قانون خودشون، یعنی و باز راه اعتراض های جدید و بس و شورش های جدید گرسنگان رو باز بکنه. بریم پرده آخر. تشبیه یعنی آقا سگ شرف داره بر تو، بگو من سگم. وقت آقا شیخ عباس قمه اهل معرفته، عمر آقا تو معرفت و معارف اهل بیت کار کرده، بچهش مریض شد میخواستن ببرنش دکتر، گفت نه آقا یه استکان آب کن بیار اینجا، انگشتشو زد توش گفت بدین بخوره، من با این انگشتان عمری روایات و اخبار اهل بیت نوشتم. این آقا میفهمه سج گفتن یعنی تشبیه، خودت رو بالا ببری رفعت بدهی. وقت اینطور میگه شاها چو سجی تو را بباید، جر من بوم آن سج تو شاید. شب و روزگار خوش.